با عرض سلام و ادب خدمت همه رفقا، این ادامه بحثی است که رفیقمون مراد اینجا قبلا کرده بودند در رابطه با مفهوم دولت. همینطور که میدونید، یه رفیق دیگه پرویز صداقت در وبینار کریتیک که ما هم در اینجا پخش کردیم یه نقدی به گفته رفیقمون فرهاد پور کردن که امروز فکر کنم پاسخ به اون نقد رو میخوان ایشون بدن. به هر حال مبحث دولت یکی از اون مبحث هایی است که ما میخوایم در این فورم دنبال کنیم به صورت جدی. از رفقای مختلف دعوت کردیم که بیان صحبت کنن، تا حالا هم چندین مثلا برخورد به مفهوم دولت رو تو این اتاق دیدید. به هر حال میتونید این نوارا رو در سایت به اصطلاح فورم پیدا کنید. متاسفانه این بحث رفیقمون فرهادپور یه قدری به تعویق افتاد به دلایل مختلف تکنیکی و شخصی و به هر حال نشدی. با عرض پوزش از رفیقمون فرهادپور با این تأخیری که افتاد، 2 هفته پیش هم به همین دلایل نتونستیم برگزار کنیم. خوشحالیم که بالاخره امروز رفیقمون رو داریم و امیدوارم پوزش ما رو بپذیرن که اینقدر به صلاح تأخیر افتاد در این کار. من حرف دیگه ای ندارم، اگر رفیقمون مراد میخوان شروع کنن بفرمایید. خیلی ممنون. منم با سلام به همه دوستان و رفقا، تشکر از اینکه این فرصت رو فراهم آوردید که من صحبت بکنم. و البته من باید معذرت بخوام به خاطر کنسل شدن جلسه 2 هفته پیش که تا حدودی به خاطر واقعا اشتباه زمانی من بود و به هر حال میبخشید. خب امروز همونجور که حالا در عنوان سخنرانی هم بود، پاسخی است به بحثایی که دوستان آقای صداقت مطرح کردن. و خب من در وهله اول هم اتفاقا اشاره کنم به یه نکته ای که حالا در کل بحث منم جاری و ساری خواهد بود، اونم اینه که هم در فلسفه هم در حالا نظریه و به ویژه اصلا در حالا سیاست و نظریه سیاسی هم یک تفاوت اساسی گذاشته میشه بین حرفی که زده میشه، موضوع حرف و اینکه این حرف از کجا زده میشه، در چه شرایطی، بر اساس چه وضعیتی، چه کسی این حرف رو میزنه، با چه زبانی، زیر چه به هر حال پرچمی یا عنوانی. و در خیلی از موارد اتفاقا این دومی یعنی وضعیت گفتن از آنچه که گفته میشه شاید مهمتره، بویژه در اتفاقا قلمروی سیاست. من به هر حال عنوان به هر حال سخنرانی ایشون خیلی جاهاش برای من به هر حال مبهم و حتی یه جور بدگمانی ایجاد میکرد. چپ ایران، منظور از چپ ایران چیه؟ من 2-3 سال پیش به خدمت خود ایشون این پیشنهاد مطرح کردم که به عنوان حالا چند تا محفل روشنفکری که هستیم، چپگرا و به هر حال هر چند حالا یه سایتی چیزی داریم، لاقل حالا با هم دیگه یه روابطی برقرار کنیم، مقالات هم دیگه رو چاپ کنیم، پروژه های مشترک بذاریم، برای همین که اتفاقا اینقدر دوچار سوء تفاهم و اینا نشیم. ولی حتی در حد این یکی دوتا محفل هم نتونستیم این کارو بکنیم. حالا چپ ایران من نمیدونم مثلا معنیش چیه، و بعد اصلا حالا چرا من و مثلا آقای وهابی؟ آیا این به خاطر چه میدونم مثلا میزان لایک ها در اینترنت؟ حالا مثلا ما کجای کاریم؟ و بعد بر اساس چی؟ ایشون که خب جواب دادن معلوم شد کتاب آقای وهابی رو اصلا نخوندن. در مورد منم من نمیدونم، با 2 تا سخنرانی حالا 1 ساعته من بالاخره یه چیزی نزدیک مثلا 40 سال به خیال خودم دارم مثلا کار نظری و سیاسی میکنم. و مهمتر از همه در واقع اون بحث سردرگمی های نظری که
که واقعا به صورتی که ایشون مطرح کردن و اینکه همین خودشون رو بیرون قرار دادن، انگار از جایی ایشون بالای قله‌ای در واقع ایستادن و ناظر دیگرانی هستن که در تاریکی و جهل دست و پا میزنند و سردرگمند، دور خودشون میچرخند. و این نوع برخورد اصولا مسئله، یه زمانی یادم آدورنو در توضیح بحثای روانکاوی فروید، با توجه به اینکه خب حالا روانکاوی خیلی متهم بود که یه جاهایی اغراق میکنه، من این جمله خیلی جالب رو مطرح کرد که حقایق روانکاوی دقیقا در همون اغراقهاش نهفته است. منم مایلم اتفاقا با پیروی از آدورنو اینو بگم که حقایق مارکسیزم اگه اصلا هنوز حقیقتی درش هست، چه سیاسی چه نظری، اتفاقا در همون سردرگمی هاش نهفته است. الان که دیگه 30 سال امپراتوری هم شوروی افتاده و هم ویتنام و چین و اینجا هم چنان دارن لح میزنن برای سرمایه‌داری هار که فکر کنم هم جسد راکفلر تو قبر داره نمیدونم به وجد میاد، تو این شرایط از چی صحبت میکنید؟ اگر مارکسیزم امتیازی داره اتفاقا به عنوان یه سنت یا مجموعه از سنت های نظری گسترده است، اینکه در واقع میشه گفت حتی تندترین، عمیقترین و کوبنده ترین نقدها به مارکس و مارکسیزم در درون خود جریان های مارکسی اومده، اونم نه بر اساس گردش به راست، و اینکه در واقع اتفاقا ما با صدها جریان و نظریه و برنامه های گوناگون پژوهشی و روبرو هستیم که در واقع اصلا غنای هر حال اصلی مارکسیزم در این دوران رو نشون میدن. اینکه مارکسیزم اتفاقا تونسته در طول همین یک قرن گذشته تقریبا با همه جریانات فکری که مطرح شدن، همه مکاتب و ساختگرایی تا هرمنوتیک، از فلسفه تحلیلی تا فلسفه کانت و هگل و اسپینوزا و هر جریانی که اسم ببرید، یه جور ترکیبی با مارکسیزم ایجاد کرده و همین ترتیب تقریبا در تمام حوزه های علوم انسانی، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا، نقد ادبی، انسانشناسی، زبانشناسی، در همه اینا واقعا دستاوردهای نظری خیلی اساسی کار خیلی از مارکسیست ها بوده. و اینکه تمام این در واقع اتفاقا غنای نظری رو ما زیر واژه سردرگمی بخوایم مطرح کنیم، این خودش به نظر من اتفاقا نشانه یه جور به عقب رفتن، نشانه یه جور در واقع فضیلت ساختن از فقره که توی وضعیت ما اتفاقا فقط هم به چند مارکسیستا یا چپا منحصر نمیشه، در واقع سینمای ما، رمان ما، در همه ابعاد نگاه بکنیم اتفاقا این گرایش هست که از فقر و محدودیت و انزوا و در واقع شاید حتی بشه گفتم این نادانی ما داریم فضیلت میسازیم و یه جوری خودمون رو قایم میکنیم در همین یه فضای بسته. و همین علته که من در واقع در توضیح اصلا وضعیت امروز ایران دو مفهوم اصلی ادغام و انزوا رو مطرح کردم، که انزوا در واقع بیشتر ناظر واقعا با همون وضعیت فرهنگی و سیاسیه. حالا به این قضیه خواهیم پرداخت. من در واقع شاید بد نباشه خلاصه کنم صحبتهای آقای صداقت، و البته میگم دقیقا به خاطر اینکه این یک مسئله عمومیه و اصلا من با ریشه هاش این 40 سال بارها درگیر بودم، ناچارم به هر حال یه بخشی از بحث خودم رو اتفاقا بر اساس
واقعا نوع نقدی که ایشون کردن به صورت یه مقدار بحث شخصی پیش ببرم، ولی سعی خواهم کرد حالا بیشتر وقت رو اتفاقا اختصاص بدم به بحث مفهومی. ولی دقیقا این یک جور بیماری که ما داریم، اینجور در واقع به ویژه اینجور نسخه نویسی و هدایت دیگران به شیوه در واقع نمیدونم حالا کشیش های کلیسای کاتولیک به اینکه از سردرگمی و جهل و ضلالت در بیان و به سمت راه نورم روشن برن، ناچار میکنه منو که یه مقداری واقع به مسائل حالا تاریخی و شخصی تجربه خودم بپردازم. ایشون سه تا نکته در واقع در کل میگن. یکی این که من ماجراجوهای نظری رو در واقع زیاد از حد دیگه پیش بردم و اینجا و اونجا پا از حریم مقدس چه میدونم چارچوب مارکسیزمی که ایشون در واقع میشناسن و خیلی بهش به هر حال به عنوان همین یه محفظه تئوریک بهش معتقدن رد شدم. دو اینکه اصولا نسبت به نظریه و همین اسامی فیلسوفا و نظریه پردازها و کتابها و اینا بیش از حد شیفتم، یه جور در واقع شیفتگی فتیشیستی برام نظریه تبدیل شده به یه جور همین طلسم یا فتیش و به همین علت اصلا در واقع غرق شدم در همین بازی با اسامی و نظریه ها. و مجموع این دوتا هم خب میرسونه به اینکه خب پس اصلا چیزی به نام سیاست اینجا وجود نداره، ناممکنه و به همین علت هم خب در واقع عنوانی که ما برای فرضاً سایتمون انتخاب کردیم که از تز 11 تزهای فورباخ مارکس میاد تبدیل میشه به امر مسخره طنزآمیز، چون در اون تز صحبت از در واقع همین بیهودگی نظریه بافی و اینه که مسئله بر سر تغییر جهان. ولی خب این فتیشیزم نظری و این پافراتر نهادن از مرزهای در واقع یه جور مارکسیزم ارتودکس نشون میده که اصولا اینجا هیچ وقت سیاستی وجود نداشته و اصلا غیر ممکنه. و خب بر این اساس من اتفاقا وقتی سعی میکردم خلاصه کنم بحثای ایشون رو در ذهن خودم و همین استدلال رو از نو بازسازی کنم در ذهن خودم، اتفاقا دیدم تا چه حد زیادی اتفاقا این در مورد خود ایشون صدق میکنه. من حالا در طی بحث یه مقدار بهش خواهم پرداخت، ولی کلا این ترس از درگیر شدن با آشوب جهان، با این تکثر و طوفان حالا مدرنیته هر چی بخواید اسمشو بذارید، با اتفاقا این حضور صدها نظریه و جریان فکری، از قضا اتفاقا یه جور پناه گرفتن در یه فضای امنیه برای اتفاقا درگیر نشدن با سیاست. از قضا اتفاقا ایشون در یک ترمپولمیک سیاسی حتی با اسم مارکسیزم یا از اون بهتر با نام سوسیالیسم انقلابی جلو نمیان، با یک عنوان خیلی همین دانشگاهی که نشان دهنده خیلی علاقه به علم و چه میدونم همین القاب دانشگاهی است، نقد اقتصاد سیاسی جلو میان. و در طول تمام مدت بحثشون یک بار هم اسم نمیبرند از دشمن اصلی سیاسی ما، یعنی استبداد دینی. این که ایران آیا سرمایه‌داری اسلامی است یا نه، تا چقدر هست، نمیدونم بحث فقه و این گونه مسائل، حالا اصلا بگیریم که میدونم انباشت اولیه سرمایه بر زبانی بخواید حالا اینو بررسی کنید، این مسئله مهمی نیست. گنده کردن این در واقع اتفاقا باز یعنی همین در غلطیدن اتفاقا به همون فضای نظریه ناب. اگر شما خیلی ادعای سیاسی بودن و تغییر جهان رو دارید، در وهله اول باید بدید که بتونستید نشون بدید ارتباط بین این استبداد دینی با
بهارترین شکل سرمایه چیه؟ همون کاری که من خواستم در بحث ادغام و انزوا انجام بدم و نشون بدید که چرا مبارزه علیه و واقع استبداد دینی گره میخوره با مبارزه علیه سرمایه‌داری با یه میانجی های خیلی مشخصی که میشه تو واقعیت بهش اشاره کرد، نه فقط در سر من یا در قلب من این دوتا لازمه مثلا به هم برسن. و از دل اون وقت میشد حالا صحبت از یه سیاست، حالا فرض بگیریم مارکسیستی یا طبقاتی، مطرح کرد. در حالی که کاملا روشن شما با هر چیزی نه فقط اصلا اسم نمیبرید، بلکه پرهیز دارید اصلا از اینکه این عنوان استبداد دینی رو مطرح بکنید. و من نمیدونم اصلا سیاست در ایران بدون مطرح کردن این اصلا چه معنایی داره، اونم در این شرایط امروز که بله منم همه ما که در ایران هستیم یه چیزایی رو رعایت میکنیم، یه اسمهایی رو بر زبان نمیاریم، ولی امروزه دیگه الان فکر کنم در واقع دیگه استبداد دینی یا دولت دینی یا ضرورت جدایی دین از دولت، اینا دیگه حرفاییه که دانشجوهای سال اول هم میزنن و در همه نشریات و همه جا هم هست. عدم وجود این اتفاقا نشون دهنده همین پناه بردن به یه فضای نظری انتزاعی و خیالی بر اساس یه سری طبقات خیالی در ذهن و یه جور آرامش فکری بر پیدا کردن بر اساس تکرار حالا مفاهیم و مقولاتی که برای ایشون آشناست و خیلی هم حالا نمیخوان اصلا بهش تغییری ایجاد بشه و خیلی میخوان همین سر جاش بمونه و این اتفاقا نشون دهنده گریز از سیاسته. ولی خب حالا اگه بخوام در واقع تا یه حدی بر اساس تجربه شخصی خودم برم جلو و سعی میکنم اینو کوتاه بکنم، خب بحث من اینه که من اتفاقا در همون سالهای اول انقلاب در واقع این رو فهمیدم که صرف گرد آوردن مثلا 5 تا 50 تا 500 تا دانشجو روشنفکر و اسمشو گذاشتن حزب کمونیست ایران کار بیفایده و بیمعنیه. و اتفاقا حتی سازمان های گنده تری هم که بودن چه میدونم اونا هم بر همین اساس عمل میکردن، حالا یه 50 تا 100 تایی بودن و دورشون حالا 100 هزار تا هم هوادار، دیدین کارشون به کجا کشید. دست صدام ماچ کردن، تبدیل شدن به مافیای مذهبی مجاهدین. چپ هم که دیگه خب سرنوشتشون برای همه روشن، فداییان و دیگران به کجا کشیدن. من با این ماجرای حزب سازی با ماویزم و تروتسکیزم و لنینیزم و اینا آشنا بودم همون موقع اتفاقا بر اساس وضعیت واقعی خودم، یعنی یه روشنفکر منزوی در یه حکومت استبداد دینی و جامعه‌ای که انقلابش مصادره شده، دقیقا به خاطر اتفاقا این که بخش وسیعی از طبقات اجتماعیش هنوز یه پا در روابط ما قبل سرمایه‌داری داشتن. این که ما در واقع وجود سرمایه‌داری رو شما اصلا نمیتونید مساوی بگیرید با حتی وجود بالقوه طبقات، چه برسه به وجود بالفعل طبقات اجتماعی در مقام سوژه سیاسی، سوژه کنش سیاسی. صرف همین تو ذهنمون طبقه بسازیم، بعدم خودمون رو رهبر اونا بدونیم و بعدم حالا یه چند تا دانشجو رو حالا به زور بفرستیم به مثلا کارخونه ها، این یه بازی مسخره ایه که دیدیم. من خودم 40 سال پیش این بازی رو در واقع کنار گذاشتم و بعد از اون تو واقعا بر اساس سنتی که داشتم، یعنی مارکسیسم هگلی، شروع کردم به معرفی کارهای آدورنو و مکتب فرانکفورت و اینا، برای اینکه اتفاقا تو اون شرایط این پراگماتیک ترین و عملی ترین کار بود، به عوض نشستن و در هپروت طبقات خیالی رفتن، کاری که اساسا میشد کرد و لازمم نبود اسمای قلمب سلمبه‌ای روش بذارم، سیاست طبقاتی، حزب نمیدونم فلان، نه، چند تا دانشجو و روشنفکر رو اتفاقا بر اساس نظریه جلب کردن و گرد هم آوردن. کار من دقیقا همین بود
مازاد نظریه رو به سیاست وصل کردن و اینجا یک در واقع میانجیگری واقعی و انضمامی کردن و بی خودم قاطیش نکردن با چه میدونم رویاهای تاریخی و ادای نام لنین و نام ایکس ایکس و ایگرگ رو در آوردن و بر همین اساس اصلا میتونم بگم که همه ماجراجویی های نظری من اتفاقا نقطه شروعشون دقیقا سیاسی بوده، کاملا به صورت عملی جلو رفتن و جاهایی که تموم شدن دقیقا به خاطر که معنای سیاسی دیگه نداشتن و این رو میتونم در کل این چند 40 سال نشون بدم در فعالیت ها و اینکه اتفاقا همیشه برگشتن به واقعیت و وضعیت واقعی تفکر، از کجا تفکر داره حرف میزنه، من کجا ایستادم، کی هستم و چگونه دارم این حرفا رو میزنم. حرف همینجوری زدن کار سختی نیست، هر کسی که دو تا کتاب بخونه این مقولات رو یاد میگیره، میتونه پرتاب کنه، پرولتاریا هم پیکار طبقاتی این اون سرمایه داری هم ساختار فلان، ولی اتفاقا مهم تو سیاست این شما از کجا دارید این حرفا رو میزنید. و تو این زمینه هم هست که اتفاقا مورد دوم حرفی ایشون، من اولین کسی بودم که اتفاقا بر اساس همین بحث ترجمه تفکر با نوشتن تعلیفاتی که همش ترجمه بود مخالفت کردم، با ساختن کتاب هایی که 300 صفحه 300 صفحه هگل، دریدا، نمیدونم اسپینوزا، ایکس، ایگرگ، آلتوسر، هر کدوم 30 صفحه 40 صفحه بر اساس اتفاقا منابع درجه دو آوردن و تألیف کردن و بیرون دادن و اتفاقا مرعوب کردن خوانندگان با این اسامی و اسم کتاب ها و اسم آدم ها و صدها آدم جدید ناشناخته که من خودم شاهد بودم، این بیچاره این روشنفکرهای دینی که اونا هم همینجوری پناه گرفته بودن در یه چارچوب نظری خیلی تنگ خودشون، چگونه اصلا با ولع به این اسمای جدید نگاه میکردن. و اتفاقا در تقابل با این دست به یه کار عملی زدم، یعنی پروژه ارغنون که اتفاقا دقیقا متعهد بود به ذات تفکر که این گونه دستورالعمل‌های بیرونی، اینکه یه عده سردرگمن و من راه حقیقی رو دارم رو نمی‌طلبه، اصلا اجازه نمیده، شما باید تو فلسفه باز باشید. برای همین هم ما همه کار کردیم، هایدگر تا بنیامین، از مارکس تا نیچه، همه رو در واقع سعی کردیم مطالب اصلی، مقالات مهم اصلی رو ترجمه بکنیم و تفسیرهای مهم رو، و 10 سالم طول کشید و فکر کنم هم در واقع حالا اونجور که من میدونم روی خیلی حال تأثیر گذاشت و اتفاقا خیلی هم تأثیر سیاسی و نظری داشت. و خب دقیقا اتفاقا موقعی هم که این اقدام به عنوان یه جزئی از فضای کلی سیاسی، یعنی فضای روشنفکری دینی و جنبش اصلاحات و اینا میتونست عمل بکنه، موقعی که در واقع ما همون اوائل دهه 80 خیلی زودتر فهمیدیم دیگه تمام ماجرا در واقع ماجرای اصلاح طلب و اصولگرا، این همون موقع در واقع دیگه ارغنون تعطیل شد. و در واقع باز گروهی که من و چند تا دیگه از دوستان تشکیل دادیم به عنوان همین یه جور محفل رخ داد، اگر دوستان را برن از کسایی که بودن بپرسن می‌بینید که مهمترین و اصلی ترین و تکراری ترین بحثی که ما در جمع خودمون داشتیم دقیقا همین مسئله بود. ما چی هستیم؟ اینجا چی کار میکنیم؟ چه ارتباطی با این جامعه داریم؟ از کجا داریم این حرفا رو میزنیم؟ و اتفاقا خیلی راحت بود، این وسوسه‌اش هم وجود داشت که خب بگیم آقا معلوم ما حزب کمونیست ایرانیم، یا حالا خیلی خب مثلا نطفه حزب کمونیست ایرانیم و خب این طبقه کارگر و اینا که هنوز اینو نفهمیدن به خاطر جهل یا خیانت حالا
نمیدونم رهبران و اتحادیه ها یا هر چیزی که بگیم، ولی خب ما هستیم و در واقع منتظریم که تاریخ این نکته رو بفهمه. ما خودمون فهمیدیم ولی نمیدونیم حالا چرا تاریخ اینو نمیفهمه که در واقع ما کمونیست ایران هستیم، حالا حتی اگه این اسم روش نمیذاریم. ولی خب ما جلوی این وسوسه وایستادیم، حتی جلوی وسوسه یه دست کردن نظریه هم وایستادیم. یعنی جز یه جور گرایش کلی چپگرا اصلا و ابدا من خودم شخصا حاضر نبودم فضا رو تنگ کنم. هر کسی یه ده اونجا هم با روانکاوی و لاکان بحث و جلو می بردن، یه کسی مثلا بدیو می خوند، یکی دیگه تو مارکسیزم هم اسپینوزایی بود و اتفاقا همین غنا هم باز کمک می کرد به اینکه بتونه یه مازادی داشته باشه و این مازاد سرریز بشه به گره عملی و واقعی بخوره با یک سیاستی بدون باز همین حرافی ها و تخیلات به اصطلاح طبقاتی که در سر ما جاریه، نه در واقعیت بیرونی. و اتفاقا دقیقا این رو هم باز همینجا ذکر کنم که خود حتی این نظریه هم باز ما در واقع همین خودمون رو ازش بیرون نمیگذاشتیم. نقدی رو که نسبت به جامعه میکردیم نسبت به خود حتی این نظریه و تولیدش هم در واقع اعمال میکردیم. و رو همین حساب واقعا من هیچ وقت اسیر یه جور ستایش ناب از نظریه واقعا نشدم. من بارها توی نقد روشنفکرهای دینی و خیلی های دیگه از هم آقای سروش تا آقای طباطبایی دقیقا به همین مسئله ایدئالیزم بدوی در ایران اشاره کردن. یعنی همین باز این انزوا و این فقر فرهنگی که یه نوع شیفتگی عجیب نسبت به همین فضل و نظریه و فلسفه و این لغات قلمبه سلمبه در واقع ایجاد میکنه و دقیقا همین رابطه بین فقر و فضیلت یا رابطه بین همین فضای بسته و یه جامعه منزوی با همین احساس چه میدونم خضوع در برابر علم و فضاهای دانشگاهی و القاب و اینکه اینجا همه دوست دارن در واقع حتی عنوان دکتراشون رو روی جلد کتاب بنویسن، اینا همش اتفاقا نشان دهنده همین ایدئالیزم بدوی رایج در ایرانه. همینی که باعث میشه فرضاً چه میدونم تو نظریه های آقای طباطبایی ما به این بر بخوریم که فرضاً مشروطه اگر فلان آخوند یا فلان روشنفکر تمام کتاب روسو یا نام لاکو خونده بود مشروطه مثلا اینجوری نمیشد. همطور که امروزه به ما خیلی ها میگن اگر شما نام رساله یا نام عملیه یا نام فلان نام روحانی رو خونده بودید انقلاب مثلا نمی کردید یا نمی شد. یعنی اینقدر به این شکل از ایدئالیزم بدوی مسخره فکر میکنن کتاب خوندن یا اینکه یه نفری فلان کتاب خونده یا نه عامل اساسی تاریخه و اصلا انقلاب ها و جریان های تاریخی بر این اساس در واقع سرنوشتشون تعیین میشه. ما این رو هم اتفاقا در نظر می گرفتیم. و خب همه اینها اتفاقا نشون میده که همینجوری گفتم ماجراجویی های من اتفاقا کاملا وصل به سیاست بوده و به عنوان اتفاقا همین ایجاد رابطه واقعی بین سیاست و نظریه در واقع عمل میکرد. بحث های مربوط به دولت و سیاست هم از همینجا میاد. اگه کاراتونی یا بعدش هم لاکلو ترجمه کردیم به خاطر همین بود که توی بحث‌های مختلف اتفاقا رسیدیم به اینکه باید سیاست رو نظریه پردازی کرد و اتفاقا نبود نظریه درباره سیاستی که اجازه میده مارکسیسم به سوی یه جور دترمینیزم اقتصادی مسخره بدوی در واقع همیشه سر بخوره و به سوی همین تخیلات طبقاتی
عجیب و غریب و اتفاقا واقعیت رشد سرمایهداری، مراحل گوناگونش و اینکه صرف وجود سرمایهداری اصلا مساوی با وجود نم طبقه یا حتی مبارزه طبقاتی نیست، اینها رو در واقع اصلا از یاد ببره. من برای همین روی بحث دولت و مهمتر از اون رو بحث خشونت در تاریخ تاکید گذاشتم. دو تا صحبتی که مطرح شد، یه دونش روی کتاب گرتسنبرگر بود، خانم آلمانی، اتفاقا مسئله دقیقا همین بود که با طرح رابطه خشونت با بازار اتفاقا نکات خیلی مهمی رو توی سرنوشت مبارزات سیاسی چپگرای کل جهان داشت روشن میکرد. یعنی ما اگه بپذیریم که بحث حالا اصلا سر این نیست فقط که مارکس انباشت اولیه رو خیلی ابتدایی فرضاً مطرح کرد و درک کرد و بعد حالا مارکسیست های دیگه آمدن فهمیدن که آقا این اصلا یه چرخه است، تکرار میشه، تا همین امروز هست در پیشرفته ترین شکل های سرمایه‌داری هم ما با زور ماورای اقتصادی، با انباشت سرمایه از طریق زور، غارت روبرو هستیم و این همین الانش هم هست در نام آمریکا و اروپاش هم هست. خود این بحث به کنار، بحث گرتسنبرگر از این فراتر میرفت و اتفاقا اینو مطرح میکرد که اصولا دولت‌های استعماری که در آسیا و آفریقا همین انگلیس و فرانسه و اینا ساختن و فجایعی که اونا به بار آوردن اتفاقا معنای اقتصادی نداشت. یعنی رشد سرمایه‌داری به عنوان یک وجه تولید جهانی تا حد زیادی به لحاظ اقتصادی وصل بود به رابطه بین خود کشورهای پیشرفته، بین آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان. اتفاقا غارت در واقع ثروتی که در آسیا و آفریقا بود، در هند و چین و هم کنگو و هر جای دیگه، این نقشی اتفاقا در شکل‌گیری حالا سرمایه‌داری به لحاظ اقتصادی ایفا نمی‌کرد. این یه خشونتی رو نشون میده فراتر از اون چیزی که اتفاقا مارکس حتی در ایده انباشت اولیه داره مطرح میکنه. و اگه ما اتفاقا این رو بفهمیم، اینجاست که ماجرا اتفاقا معنای سیاسی و تاریخی خیلی وسیعی پیدا میکنه. اگر این رو بفهمیم که آقا دولت‌های استعماری یه شکل عجیب و غریبی از سازماندهی خشونتن با غارت که اصلا ربطی اتفاقا اصلا به دولت بورژوایی، ربطی اصلا به سرمایه‌داری نداره. بله خود اروپایی‌ها به عنوان یه اقلیتی که اونجا بودن، تو هند شرقی، توی نمیدونم کمپانی هند شرقی در هند، اینها سازنده نهادهای همین خشونتگری بودن که این قوم مغول همه جا رو غارت کردن. ولی این غارت ربطی اتفاقا به رشد سرمایه‌داری نداره. اگه ما اینو میدونستیم اتفاقا میفهمیدیم که تمام مبارزات استعماری که ضد استعماری که رخ داده رو بی خود و بی جهت نیام به سوسیالیسم وصل کنیم. نه در هند، نه در چین، نه در آفریقا شما ابتدایی ترین چند قدم های به سمت سوسیالیسم رو ندارید. حتی خود انقلاب اکتبر هم در واقع فقط روسیه، بخش مربوط به پتروگراد و مسکوش در واقع به یه شکلی میشد گفت درش یه طبقه کارگری وجود داشت و به دلایل حالا تاریخی عملا رسیده بود به خودآگاهی و از طریق ساختن شوراها به هر حال مرزهای سرمایه‌داری رو لااقل برای یه مدت کوتاهی در نوردید. ولی باقی قضیه امپراتوری تزاری بحث غارت همین استعماریه که اصلا ربطی اصلا به سرمایه‌داری نداره. کل این ماجراهایی که رخ داده فقط معلومه برای چی، نتیجهش هم دولت‌های نمیدونم بوروکراتیک چین و ویتنام و حالا کره شمالی و اینان که اصلا به توحش مغولا شاید پیششون رنگ ببازه.
این رو اتفاقا میشد فهمید و بی خودی اصلا کل قرن بیستم زور علکی نزد که اینها رو به عنوان نم جریانات سوسیالیستی بخوایم نم معرفی کنیم و در واقع اصلا کاملا برخلاف تصور خود مارکس جلو بریم. حرف من راجع به گرتسنبرگر و دولت و سیاستم رو همین اساس بود. خب من حالا در واقع اینجا دیگه بحث شخصی رو سعی میکنم تموم کنم، بریم حالا توی بحثای مقداری مفهومی. ایشون در ارتباط با همین پا گذاشتن بیرون از چارچوب نمیدونم حالا مقدس مارکسیزمشون این نکته رو مطرح میکنن که مثلا یه مثالی که زدن مثال مارکسیست های فمینیست و فمینیست های مارکسیست و نظریه باستولید اجتماعی که ظاهرا اون رو مثلا مورد تاییدشونه برخلاف ماجراجویی های دیگه ای که خارج میشن از این چارچوب. خب من واقعا این رو نمیتونم زیاد برای خودم حلاجی کنم. نظریه باستولید اجتماعی تا اونجایی که من فهمم اتفاقا هسته اصلیش بخش مهمیش برمیگرده اتفاقا به همین وضعیت واقعی و پیش شرط های اتفاقا تبدیل شدن کار به یک کالا و راه افتادن منطقه بهره کشی، یعنی در واقع کل اون چیزی که به نام کار خانه گفته میشه و عمدتنش هم به دوش زنانه. یعنی مسئله اینه که شما بله یه چه میدونم در قرن 19 هم به ویژه یه بچه 7 ساله 8 ساله رو میبری کارخونه و اون اونجا روزی 12 ساعت ازش کار میکشن و البته بله ارزش اضافه تولید میکنه و اون ارزش حالا با همه اون بحثا در واقع انباش میشه در قالب فکر سرمایه جدید. ولی نکته مهم اینه که این 7 8 سال اولیه چی میشه؟ در واقع اینجوری نیستش که آدم ها 8 ساله زاده بشن برن توی کارخونه. کل اینجا ما از تولد تا 8 سالگی خوراک میخواد، پوشاک میخواد، نگهداری میخواد، بزرگ کردن میخواد، کاری که خب مادر و بعد پدر و حالا هر کسی که سرپرسته انجام میده و این کار اصلا قابل اندازه گیری نیست. به هیچ وجه هم نمیشه اون رو با کار انتزاعی که حالا تبدیل به کالا شده مقایسه کرد و این خب توی محاسبات هم نظریه ارزش نیومده. در واقع این اتفاقا بحث کاملا جدیدیه و به همین علت هم اتفاقا اصلا پای جنبش زنان رو میکشه وسط و چون میدونم اگرم مثلا منظورتون چند نظریات مثلا یه خانم مثل فدریچی اتفاقا حتی در ریشه های تاریخی سرمایه‌داری هم چند و چون داره و پاشو خیلی از نظریه های کلاسیک مارکسیستی بیرون میگذاره. من برام این مسئله است که اتفاقا باز تولید اجتماعی دقیقا اونجاییه که بیرون از منطق استثمار و بیرون از تولید ارزش اضافه است، برمیگرده به دقیقا اون وجهی از همین پیش شرط ها که اتفاقا تو خود نظریه نیومده و همین هم اتفاقا اصلا مسئله ایجاد میکنه. تمام بحث‌های مربوط به دولت و نه خشونت و اینا هم باز همینه، اینا پیش شرط هایی هن که در واقع نیامدن داخل منطق تولید ارزش اضافی و البته مارکس بهشون اشاره میکنه توی نم پیش گفتار نم ویراست دوم مثلا کاپیتال هم میگه که همین پسمانده های گذشته که هستن، ولی ما میدونیم فقط پسمانده های گذشته نیستن، برخی از ابعادشون مثل همین باز تولید اجتماعی پیش شرط بیولوژیکی هستن در واقع وجود کارگرا و اصلا راه افتادن منطق استثمار و بهره کشی هسته. از دل حالا این بحث اتفاقا اگه حالا بخوایم بریم جلوتره که میتونیم اتفاقا به همین بحث طبقات و
مبارزه طبقاتی برسیم. ببینید، آنچه که من میبینم اینه که اتفاقا بین دو تا پروژه اصلی مارکس، یعنی همون حالا نقد اقتصاد سیاسی که 20 سال سرش کار کرد تا حالا به در واقع نگارش جلد اول و بعد هم جلدهای بعدی سرمایه منجر شد، بین این پروژه و پروژه دیگرش، یعنی پروژه اتفاقا سوسیالیسم انقلابی، سیاست رادیکال رهایی بخشش، یه شکافی است. شما در دل منطقه سرمایه که منم میدونم هم ساختار منطقی داره، هم ساختار تاریخی و بحث حالا یه هم مقایسه با وبر هم حالا اینجا کاری بهش ندارم، در دل اون شما فقط میرسید به بحران. اینکه از دل تحلیل مارکس از سرمایه این در میاد که سرمایه همیشه با بحران و تخریب در واقع ثروت همراه هستش و از طریق همین چرخه های در واقع بحرانی پیش میره، ولی از دل اون شما نه ضرورت انقلاب میتونید بیرون بکشید، نه در واقع حتی ضرورت سوسیالیسم. اینها به صورت منطقی در درون خود نمیدونم روابط سرمایه‌داری داده شده نیستن و اتفاقا این نبوغ مارکس رو میرسونه که نخواست شکاف بین این دوتا رو صرفا با یه مقدار حالا همین زور نظری علکی پر کنه. مثلا اصلا نیستش که حالا عمرش نرسید هم جلد چهارم رو ننوشت راجع به بازار و نه هم دولت بورژوایی. این اتفاقا این شکافیه که در دل خود تاریخه. اتفاقا اگه این شکاف رو شما پر کنید اصلا رهایی بخشی بیمعنا میشه، برای اینکه خود مردمانن که باید خودشون رو رها کنن و این کار اتفاقا از طریق اینه که خود واقعیت تاریخی بین این دو پروژه پلی بزنه. از قضا مقوله طبقه همون مقوله ایه که میتونه به لحاظ تاریخی در واقع این حرکت رو به شکل انضمامی انجام بده. چرا؟ چون از یه ور در واقع ریشه داره در خود شرایط در واقع اقتصادی، یعنی در واقع همون چیزی که مارکس مطرح میکنه اگه دقت بکنیم میبینید خودش هم میگه که آقا وجود طبقات رو من کشف نکردم، بحث من اینه که طبقات در یه روابط تولیدی و مناسبات مالکیتی خاص ریشه دارن. و البته همین جا هم هست نیست که اصولا اصلا مفهوم طبقه و اون بحثی که من سر اون که کل تاریخ جهان پیکار طبقاتی نیست رو مطرح کردن تو اینجاست. ارتباط طبقات با اتفاقا ساختار اقتصادی، تمام اون دعوایی که راجع به چند زیربنا و روبنا گفته میشه، اینکه اقتصاد تعیین کننده است و سیاست رو میسازه، خب اگه اینا حتما منطقی بهش نگاه کنی اقتصاد چگونه میتونه تعیین کننده یه چیز دیگه ای باشه اگه از اون چیز جدا نباشه؟ یعنی اتفاقا شما فقط وقتی میتونید اصلا منطقا بگید اقتصاد تعیین کننده است که یه چیزی به نام اقتصاد باشه که به صورت نهادی، به صورت کارکردی و فانکشنالیستی و ساختاری بقیه چیزا مجزا شده باشه. تا اونجا میتونیم بگیم بله آقا این بازار آزاده، این اقتصاد سرمایه‌داریه که از بقیه چیزا، یعنی از دولت، از دین، از کلیسا، از اخلاق، از رسوم، از همه اینا جداست. برای همین هم هر فردی میتونه بره توی بازار حالا یا سرمایه ببره یا اگه هیچی نداره همون نیروی کارشو ببره. و خب این قشنگ نشون میده که شما مفهوم طبقه رو فقط جایی میتونی اتفاقا به کار ببری و مفهوم اصلا اثرگذاری اقتصاد رو، که اقتصاد همین به شکل نهادی و کارکردی از بقیه جهان جامعه جدا شده باشه. و این چیزی که شما در
روابط ما قبل سرمایه‌داری اصلا نداری، یعنی اصلا وجه مشترک تمام شیوه های تولید ما قبل سرمایه‌داری دقیقا اینه که درش بازار و اقتصاد از روبنا جدا نیست، از حقوق، از دین، از اخلاق، از مناسک و رسوم، از قوانین جدا نیست و به همین علت هم هست که اصلا نمیشه گفت اقتصاد تعیین کننده است در چه میدونم قبل از سرمایه داری. به همین علت هم هست که اصلا مفهوم طبقه از دل جامعه جدید سرمایه داری من میاد بیرون و نمیشه این رو علکی به تمام تاریخ تأمین داد. مفهوم طبقه در واقع مربوط به وجه تولید سرمایه داری و در درون وجه تولید سرمایه داری هم باز نفس وجود سرمایه داری مساوی با وجود طبقه نیست. شما طبقه اتفاقا مقوله که از یه بر به شکل ساختاری و منطقی در دل روابط سرمایه داری داده شده هست، ولی از طرف دیگه اتفاقا لازمه بیاد به درون دنیای غیر اقتصادی، بیاد به درون فضای تاریخ، فضای دین، کلیسا، فضای روابط حقوقی و قوانین و مناسک و اخلاق تا در اونجا بتونه تحقق شکل تحقق انضمامی پیدا بکنه و ما بتونیم بگیم که خب یه طبقه ای در واقع به یه جور خودآگاهی رسید و تبدیل شد حالا الان به یک سوژه سیاسی و یا یک نیروی تاریخی تعیین کننده. شکاف در واقع بین این دو پروژه مارکس واقعا مفهوم طبقه میتونه حل کنه، ولی نه به شکل درون سر من، نه به خاطر اینکه چون حالا سرمایه داری هست پس حتما طبقه ایم هست، نه، این میانجی هاش باید در واقعیت داده بشه و به همین علته که ما به صورت در واقعیت داده شده اصولا نمیتونیم به شکل بی میانجی با طبقات روبرو باشیم. در چیزی که ما باش روبرو هستیم در سیاست خود مردم هن و سیاست و مردم اتفاقا در داخل مرزهای همین کشور یعنی دولت و ملت اتفاقا معنا پیدا می کنن. بین این دوتا، بین اون سرمایداری در کل به مسابه یک بچه تولید جهانی با اتفاقا سیاستی که کاملا در مرزهای ملی رخ میده نمیشه یک ارتباط صرفا نظری برقرار کرد. این میانجی ها باید به صورت تاریخی داده شده باشن. شما نمیتونید از درون ذهن خودتون در واقع این میانجی ها رو بیارید و اصولا این که حالا ما چگونه حالا خود همین بحث این که در واقع اصلا خود حتی سرمایه‌داری در مقام وجه تولید اقتصادی جهانی چگونه اتفاقا پیوندی داره با همین دولت ملت ها، این بحثی است که اتفاقا مجبوریم از مارکس برگردیم به هگل و کلی اتفاقا این وسط صحبت هست اتفاقا بین مقولاتی که مارکس تو خود کاپیتال به کار میبره، بین سرمایه در کل و سرمایه های منفرد که تو جلد سوم میاد و بحثاله رقابت رو میسازه، ولی اون عنصر وسطی که اتفاقا توی دیالکتیک هگلی هست یعنی بین امر کلی و امر منفرد یا امر جزئی یا خاص وجود داره، این توی اتفاقا نظریه اقتصادی مارکس و تحلیل مارکس از سرمایه تا یه حدی غایبه. یعنی اتفاقا همینه، این مسئله روشن نمیشه که شکل‌گیری سرمایه‌داری و بعد پیشرفتش و گسترش و جهانی شدنش با اتفاقا کشورها و سرمایداری ها و بازارهای ملی چه ارتباطی داشته. اتفاقا اینجا جاییه که حالا برای اینکه هم مقوله طبقه بتونه یه معنای پیدا بکنه، هم بین اون ساختار اقتصادی و این واقعیت سیاسی تاریخی که در شما اصلا با همین مردم طرف هستی و با در واقع اتفاقا همین با یه حاکمیت و سیاست اتفاقا در درون اون مرزها
تعریف میشه. اینکه ما اتفاقا چیزی به نام دولت جهانی نداریم و چیزی به نام انقلاب جهانی هم نداریم و هیچ نشانی هم ازش هیچ جا دیده نشده، بلکه سیاست و انقلاب همیشه در مرزهای ملت رخ میده. برای همین ما انقلاب فرانسه داریم، انقلاب روسیه داریم، انقلاب ایران داریم، انقلاب جهانی نداریم و هنوز هم اصلا نمیدونیم ارتباط بین این انقلاب های درون یک کشور با نظام کلی سرمایه‌داری جهانی چگونه است. این باز امری نیستش که شما با نظریه بتونید بدید. اصلا این خود اگه بخوایم نسخه برای این بدیم، اصلا مسخره کردیم خود امر رهایی بخشی رو. خود واقعیت اجتماعی باید این میانجی ها رو بسازه بیاره نشون بده. به قول مارکس کمونیسم نسخه نیست، یه ایدئال نیست که ما به سمتش حرکت کنیم، یک جریان واقعی بالفعل در دل خود جامعه بورژوایی برای تغییر. و این اگه داده نباشه، اگه میانجی های خود رو پیدا نکنه، صرفا یه اسم باقی مونه. ولی برای اینکه اتفاقا بین این دوتا، بین اون حیطه سرمایه‌داری به عنوان یه امر جهانی و اتفاقا این بخشی که به سیاست مربوط میشه، و حالا ما به میانجی هم آگامبن و کاراتونی و هزار تای دیگه و از دولت هم فراتره، بحث حاکمیت، بحث همین خشونت، بتونیم بین اینا ارتباط برقرار کنیم، اتفاقا باز باید به یه مفهوم دیگه خود مارکس رجوع کنیم. یعنی اون چیزی که او تحت عنوان ادغام سودی مطرح میکنه، یعنی این مسئله که سرمایه‌داری اگرچه اتفاقا از آغاز به عنوان یه نظام جهانی خودشو تعریف میکنه و بعد حالا باید هم دید که چگونه واقعا این تعریف شدن، این جهانی بودن به میانجی چه روابطی با قضیه تقسیم بشریت به کشورها و ملل پیوند میخوره، یعنی رابطه بین سرمایه در کل با در واقع اتفاقا سرمایه های هر کشوری، با سرمایه داری و بازار ملی هر کشوری. این رو اتفاقا مارکس با از طریق مفهوم ادغام سودی تا یه حدی روشن میکنه. چرا ادغام سودی به ما این رو نشون میده که سرمایه‌داری در عین جهانی بودن یه خصلت دیگه ای داره که اتفاقا اصلا جهانی شدن و جهانی بودنش و باز تولیدش به عنوان امر جهانی از دل همین خصلت میاد، یعنی امکان ترکیبش با همه چیز و همه کس. سرمایه‌داری یک واقعیت است که میتونه از فقه شیعه تا اخلاق پروتستان تا تکنولوژی باروت چینی تا بادبانهای نمیدونم که وایکینگ ها به کار میبردن تا سیستم حسابداری که بازرگانان عرب به کار میبردن و هزاران چیز دیگر رو در خودش به شکل سوری ادغام کنه، بگیره به درون خودش بکشه و از اونا استفاده کنه برای گسترش خودش، حفظ خودش و بازتولید خودش. و نکته مهم در اینجا اتفاقا همین مسئله سودی بودنه، یعنی این نوع ادغام تغییری در ماهیت چیزی که ادغام میشه نمیده. شما هم یه تکنولوژی یا یک هم امر فرهنگی یا یک دستاورد نظری رو میتونستی بیاری ادغام کنی. اتفاقا نقطه مقابلش، یعنی همون مفهوم ادغام واقعی یا real subsumption در مقابل formal subsumption، دقیقا اینه که شما مثلا بهترین مثالش شاید همین علم و تکنولوژیه. شاید تو قرن 18 و 19 سرمایه‌داری در واقع میتونست، همینجور گفتم دستگاه چاپ گوتنبرگ و هم فلان سیستم کشتیرانی هم قبایل هم اندونزی و هر چیزی رو به کار بگیره برای همین اینکه بتونه بازارها رو گسترش بده، بتونه نیروی کار رو جابجا کنه، کالاها رو جابجا بکنه، ولی اینا رو از بیرون میگرفت و ازشون استفاده میکرد. در حالی که در واقع تو قرن 20 خود تولید علم و تکنولوژی میشه یه بیزنس. اینجا جاییه که میبینیم خود سرمایه میاد از طریق همین بحثای ریسرچ اند دیولپمنت
در واقع سرمایه گذاری میکنه در تولید تکنولوژی و تولید حتی علم، و اونا رو تبدیل میکنه واقعا به جزئی از خودش. ماهیت اصلا تولید علم و تکنولوژی رو تغییر میده، اونو تبدیل میکنه به یه فرایند سرمایه گذاری و اتفاقا هم این تولید ارزش اضافه. و البته خب باز در کنارش آموزش عمومی و دولت و هزار چیز دیگه هم اینجا باز نقش بازی میکنن. بین اتفاقا این دو عرصه همین مفهوم ادغام سوری میتونه به ما کمک کنه و نشون بده که چگونه سرمایه‌داری هم یک سیستم جهانی باقی مونده و هم در واقع میتونه با این همه شکلهای مختلف در واقع ترکیب بشه. اینکه نهایتا در واقع هر سرمایه‌داری خاصی یه امر منحصر به فرد و استثنائیه، همه در واقع روابط هم کشورهای سرمایه‌داری هر کدوم به یه شکل خاصی سرمایه‌داری شدن. تو هر جا شما در واقع با همین آمیزه خاصی بین در واقع اقتصاد و ابعاد دیگه روبرو هستی که سرمایه‌داری تکه های مختلفی از اون وضعیت رو میگیره و در واقع در درون خودش ادغام میکنه. بنابراین ما هم هزاران استثناء داریم، هم یک سرمایه‌داری جهانی که در همه جا یکی هست. و اتفاقا از طریق همین ادغام سوری است که ما میتونیم رابطه بین اتفاقا این دو عرصه کاملا متفاوت، عرصه سیاست و حاکمیت و قدرت و خشونت رو که از یه منطق دیگه‌ای تبعیت میکنه، اصولا از یه شکل دیگه‌ای از مبادله تبعیت میکنه. این که کاراتونی دقیقا اینو خوب میاره، جایی که شما همین دولت، حالا چه مالیات باشه چه خراج باشه چه غارت باشه، اصلا کاری به تولید کالایی نداره، کاری به تولید ارزش اضافه نداره. اینجا شما با یه جور کسب ثروت و یا مازاد تولید به صورت خشونت آمیز و بعد باز توزیع اون روبرو هستید. حالا باز توزیعش یه جا دولت رفاه عامه است، میتونه چنان در قالب بیمه همگانی و هزار جور حتی حقوق دادن به افراد صورت بگیره، یه جا نه این باز تولید همش میره در چم مرکز توسط چون میدونم یه پادشاهی یا کسی، همون دولت استعماری که گرتسنبرگر میگه در واقع جذب میشه. بین در واقع این دو عرصه ما باید بتونیم همین میانجی های واقعی تاریخی رو مطرح کنیم بر اساس اتفاقا بازگشت به وضعیت واقعی، نه بر اساس صرفا تکرار مقولات یا تکه هایی از یک منطق انتزاعی غیر تاریخی. این اون بخشی از در واقع قضیه که اصلا بر میگرده به بحث سیاست کاملا باید شما درش اتفاقا این میانجی ها رو تشخیص بدید. شما در سیاست اتفاقا به صورت عادی و بیمیانجی با مردم طرف هستید، با جوانان، زنان، دانشجویان. اون این توده مردم رو نمیشه اصلا مستقیما به یک چیزی به نام طبقات وصل کرد و دینامیزم حرکتشون رو بر اساس در واقع حالا یه چیزی به نام همین پیکار طبقاتی آدم بخواد توضیح بده. اینجا شما اتفاقا کاملا با همین یه آمیزه ای از دعواهای مختلف طرف هستید که خیلی هاش اصلا ربطی به نمیدونم مسئله بهره کشی یا حتی سوداوری سرمایه نداره. من کاری ندارم، حتی امروزه حتی تو سرمایه داری پیشرفتش هم ما میبینیم نم گوگل و اپل و نم اینا در واقع بیشتر دارن
یا مایکروسافت و اینا بیشتر دقیقا دارن رانت میگیرن، دارن اجاره میگیرن، همونجوری که در واقع چیزی تولید نمیکنن، صرفا انحصاری دارن بر وسایل ارتباطات و اجاره میگیرن از، یعنی اون وسایل رو در اختیار دیگران میذارن تا استفاده کنن و از اونها اجاره میگیرن. این مسئله حالا باز خود اجاره به یه شکلی در بحث هم اقتصاد سرمایه‌داری مارکس اومده، ولی خیلی چیزهای دیگه هست که اصولا اصلا ربطی اصلا به بهره کشی نداره و یه جاهاییش اصلا واقعا پیشرفته ترین شکلهای سرمایه با عقب افتاده ترین شکلهای اصلا همین کاربرد خشونت به هم گره میخوره. یعنی شما امروزه خود سرمایه داری بردهداری دارید، بردگی نه فقط هم بردگی جنسی، شما تو کنگو الان برید میبینید شرکت چند ملیتی که انحصار نام تولید حالا تراشه ها رو مثلا به عهده داره از طریق استخدام مزدورهای نظامی میره قبایل چند کنگو رو عملا به عنوان برده به کار میگیره، برای اینکه نمیدونم حالا لیتیوم چم از معادن اونجا کسب بکنه. بنابراین این ماجرای وجود چه میدونم بردهداری، ماجرای در واقع ستمی که ریشه در نجات پرستی داره یا ریشه در چه میدونم سرکوب قومیت ها و مذاهب داره، شکلهای مختلف تبعیض، شکلهای مختلف ستم، مرد سالاری و پدر سالاری که دیدیم در واقع اصلا مبنای امکان پذیر شدن اصلا استثمار بود، برای اینکه اصلا یه بچه ای نمیدونم برسه به هم 8 سالگی 10 سالگی که بشه اصلا استثمارش کرد. خیلی از اینا بیش از پسمانده هایی هن که حالا اینجا و اونجا در واقع میان و یه مقدار سرمایه‌داری رو حالا چه میدونم رنگش رو عوض میکنن. نه، خیلی جاها در واقع همونجوری که گفتم منطق ادغام سودیه. اینجور نیستش که خود بردهداری تغییر کنه یا خود پدر سالاری و مرد سالاری تغییر کنه یا نژاد پرستی تغییر کنه. اینا همون چیزی هن که از 10,000 سال پیش بودن و مردم واقعی، زنهای واقعی، جوانان واقعی با اینا طرفن، به خاطر رنگ پوستشون، به خاطر نام مذهبشون، به خاطر قومیت و اسم و نام لهجهشون، با هزاران شکل از تبعیض، با هزاران شکل از بردگی طرفن که اینا اتفاقا ادغام واقعی نمیشن در سرمایه داری. این که هی بگیم حالا یه چیزی هست به نام، بله مسلمه یه چیزی هست به نام سرمایه داری، و اینکه اصلا هر نوع مبارزه ای برای حتی چه میدونم ضد نژاد پرستی، ضد نام تبعیض خواه گره میخوره با مسئله نمیدونم تقسیم ثروت، با مسئله اقتصاد و یکی شدن قدرت و ثروت در سیستم های حالا سرمایه‌داری انحصاری اولیگارشیکی که الان داریم یا حالا اون چیز عجیب و غریبی که مثلا در چین هست. بله، ولی این به این معنی نیست که شما میتونید همه اینا رو در داخل منطق بهره کشی ببرید. حتی خود اون منطق هم جور که گفتم چی نفس مساوی با این که شما یه چیزی به نام طبقه دارید نیست. و این امروزه که دیگه کاملا دیگه مثلا روشنه که اصلا طبقه کارگر صنعتی دیگه اصلا اون نقش قرن 19 همی رو نداره. بله تو چین و هند و بنگلادش هست، ولی در اروپا اصلا دیگه همچین طبقه ما اصلا باش روبرو نیستیم. دعوایی اگه هست اتفاقا دعوا بین کسایی که از سیستم کنار گذاشته میشن، مهاجرا، بیکارا، پناهنده ها و تو هم کارگرایی که کار دارن و داخل سیستمن که کاملا همراه با اونن. بگذاریم از این که اصلا قضیه اینقدر قاراش میشه که در یه جایی مثل آمریکا الان کارگرای سفید پوست
مردهای جوان سفیدپوست همه پشت سر فاشیسم ترامپی هستن. این ملغمه رو به نظر من اصلا شما نمیتونید با حالا بحثهای مربوط به طبقه حتی حل کنید، چه برسه دیگه بحثهای انتزاعی تر مربوط به ارزش و فرم ارزش و حالا ارزش مبادله و هزار تا چیز دیگه از این دست. اتفاقا و خود سرمایه‌داری اتفاقا خیلی بیشتر از من و شما میتونه واکنش نشون بده به این تنوع و این پسمانده ها و خودشو در واقع حفظ کنه و در این حال حتی تغییر بده. خیلی جاها اصلا از نوع روابط فئودالی و شکلهای مختلف همین اجاره بگیری رو هم رو بیاره. برای همین هم اتفاقا اگه در آخر کار بخوام برگردم به وضعیت اتفاقا امروزی خودمون، در اینجا هم ما کاملا شاهد این هستیم که بله سرمایه‌داری از برخی جهات با فقه شیعه پیوند خورده. تو این 40 ساله در واقع ما از طریق اتفاقا همین استبداد دینی ادغام شدیم در یه سرمایه‌داری جهانی. کاری ندارم که باز این ادغام هم اتفاقا متکیه به در واقع باز شکلهای غیر سرمایه‌دارانه حضور دولت و قدرت دولتی که از چند 3000 سال پیش بوده و به هر حال چونم در دوره معاصر هم بخوایم نگاه بکنیم، باز حتی توی اصلاحات ارضی به عنوان همین انباشت اولیه اگه بهش نگاه بکنید یه برش کنده شدن در واقع مولدان مستقیم از زمین، ولی یه بره دیگهش خب جمع شدن سرمایه و ثروت، تمرکز ثروت در قالب سرمایه است که باز تو ایران منبع اصلیش اجاره گرفتن از نفت بوده، یعنی همون درآمد نفتی که به دولت میرسیده. ما اینجا در واقع بخش خصوصی حتی تا همین الانش هم دولت بزرگترین سرمایه داره. بنابراین این که حالا واقعا اون بخشی از اقتصاد امروز ما که ما ایران بهش میگیم خصولتی، چون نه دولتیه نه در واقع خصوصی، اون بخشی که اتفاقا به میانجی حالا نظریه حالا مفهوم انفال یا یه شکلی از ولایت اقتصادی از اصلا اقتصاد جدا شده و حالا نه مالیات میده نه اصلا معلومه که اصلا تحت هیچ نظارتی نیست، این هست، این حضور داره. ولی البته خب به یه معنای باز دخالت چه میدونم روحانیت هم در قدرت از قبل بوده، از زمان صفوی ها در واقع روحانیت به هر حال یه پایه فرهنگی اصلا حکومت استبدادی پادشاهی بودن و حالا خودشون هم جزء زمیندارها و لحاظ اقتصادی هم در واقع نقش داشتن. این که حالا این الان اینجا چقدر نقش بازی میکنه، چه حجمی است، آیا نقش هژمونیش بازی میکنه یا نه، بحثی که حالا به هر حال هم آقای وهابی مطرح کردن، این سر جای خودش هست. من خودم واقعا صلاحیتی ندارم الان بتونم راجبش نظر بدم، فقط همین رو میتونم بگم که بله خیلی از ابعادش قبل از انقلاب هم بوده، مثلا همین بحث در واقع دولت و مثلا همه کار بودن دولت در کل تاریخ ما، اینکه اصلا خود اصلا مفهوم مالکیت خصوصی تا خود مشروطیت اصلا وجود نداشته حتی رو زمین. و خب این نشون میده که در واقع ما با یه وضعیت استثنایی طرف هستیم اینجا، با در واقع همین استبداد دینی و به همین علت هم هستش که اتفاقا مسئله ای که اینجا مطرح میشه در واقع بیشتر از هر چیز همین زنان رو اتفاقا تبدیل میکنه به یک سوژه تاریخی سیاسی. این باز داده شده در روابط سرمایه‌داری به شکل فی نفسه نیست، این میانجی های تاریخی اینجاست. برای همینم در واقع اصلا هی مقایسه فرزند
این با طبقات گفتن این که این مثلا دیدم چپای اروپایی هم حتی این رو میگفتن که این هم شیفتگی به زندگی آمریکایی است، ماجرای جنبش زن زندگی آزادی، و حالا چپای دیگه ای که در واقع ماجرای 98 و 96 رو جلوی این میذاشتن. حالا هم موقعی که قیمت بنزین میره بالا خب همه چم بهش واکنش نشون میدن. این اصلا باز نمیتونه اینو مستقیما شما به چم طبقات بخواید متصل بکنید. خیلی از چم راننده های تاکسی که خودشون ماشین خودشون دارن و اصلا همین سلف ایمپلوید هستن، خب سر این قضیه هم معترض بودن اومدن تو خیابون. باز اینکه آیا این اعتراض اقتصادی اون یکی نمیدونم صرفا فرهنگیه، اینا همه باز بردن واقعیت تاریخی توی قالب های از پیش تعیین شده ایه که ما داریم در واقع تحمیل میکنیم روی واقعیت. برای همین هم هستش که اصلا کسی که به سیاست در واقع توجه داره، کسی که اتفاقا به سیاست رادیکال و به رهایی بخشی توجه داره، دیگه نمیتونه اتفاقا این قالب ها رو تحمیل کنه به واقعیت و مجبور اتفاقا اصلا نگاه کنه که بله ما با هزاران چه میدونم نیرو و گروه و مردمی طرف هستیم که از اصولا نمیشه بر اساس حالا رابطه مستقیمشون با اقتصاد نقش سیاسی اینا رو فهمید. زنان، جوانان، دانشجویان، هم کسایی که الان در اروپا علیه نمیدونم کشتار فلسطینی ها دارن مبارزه میکنن، اصلا مبارزه فلسطینی ها اصلا چه ربطی به سوسیالیسم داره؟ اونا خودشون اصلا دنبال در واقع یه جور ساختن یه جور دولت ملت هستن. چرا مثلا به این دلیل من ازشون دفاع نکنم؟ یعنی مثلا باید حتما برچسب طبقاتی یا نمیدونم سوسیالیستی روش بزنم، در حالی که میدونم میتونم در واقع این حرکت رو به عنوان حرکت ضد در واقع استعماری، برای اینکه اصلا استعمار انگلیس و فرانسه بودن که اسرائیل رو بردن اونجا ساختن، همونطور که در سراسر نمیدونم آسیا و آفریقا با دخالتاشون با خط کشیهاشون تا امروز هزاران فاجعه و جنگ به راه انداختن که اونا هم اتفاقا باز ربطی به در واقع ربط مستقیمی اصلا به سرمایه‌داری نداره. مبارزه اونا رو من میتونم تایید کنم بدون اینکه حالا بخوام بی خودی حالا اینا ببرم تو چارچوب های همین ارتودکس طبقه یا نمیدونم سوسیالیسم، حتی اینا رو باید اتفاقا در واقعیت ببینیم که چگونه واقعا میشه بین مبارزات آزادی بخشی که حالا مثلا فلسطینی ها دارن انجام میدن با بقیه در واقع حرکاتی که هست، مثلا جنبش فقرای نمیدونم جهان عرب، اون تمام اون چیزی که توی در واقع بهار عربی رخ داد، و اون اتفاقا بله اون متصل به تقسیم ثروت، ساخته شدن چه میدونم دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس باز از طریق همین پول نفت و از اون ور در واقع همین هجوم سرمایه‌داری هاری که مصر و کل آفریقا و خاورمیانه رو در خیلی جاها همین بر اساس اتفاقا همین روابط حالا نئولیبرالی به خاک سیاه نشونده. جاهایی قشنگ میشه این ارتباطات رو نشون داد بین حالا اصولا حرکت های جهانی سرمایه داری، این که چگونه به هر حال اصلا نوع کار، نوع بازرگانی، نقش نمیدونم نهادهای مالی، همه اینا عوض میشه، از برتن وودز عوض میشه تا بیایم به نمیدونم به بحث تاچر و ریگان برسیم و هجوم چه میدونم سرمایه هار نئولیبرال
و هزاران تغییری که حالا در تاریخ ایجاد میکنه. ولی این به این معنا نیستش که شما میتونید همه جا در واقع بر اساس این مقولات پیش برید. خیلی جاها اتفاقا باید اون میانجی های تاریخی رو در داخل خودمون وضعیت نشون داد. اینجاست که من را به اول بحثم برمیگردم. صرف استفاده کردن از یه مقولاتی مثل طبقات یا صرف داد از سیاست زدن اتفاقا چیزی رو تغییر نمیده. مسئله اساسی اتفاقا تشخیص وضعیت واقعی با همه پیچیدگی ها و میشه گفت اصلا حالت آشوبناک و به هم ریخته ای که داره. امروزه با هم بحران اکولوژیکی اصلا نفت خود وجود بشریت ممکنه توی 100 سال آینده اصلا زیر سوال بره. این مجموعه از مسائل رو به نظر من نمیشه اصلا با یه چیزی که تهش واقعا بیشتر از همون دترمینیزم اقتصادی نیست بشه توضیح داد. برای همینم حالا من در واقع حالا هم یه تجربه شخصیم سعی کردم نشون بدم چگونه اتفاقا نظریه در واقعیت با سیاست گره میخوره بر اساس در واقع همه این پسمانده ها و پیچیدگی هایی که اصلا بیرون از منطق سرمایه داری هست و هم حالا به میانجی برخی از مقولات خود مارکس سعی کردم حالا تا اونجایی که میشه توی این فضا در واقع بین حالا پروژه نقد اقتصاد سیاسی، نقد اصلا سرمایه داری و پروژه اتفاقا سوسیالیسم انقلابیش بر اساس حالا تمام تحولات عجیب و غریبی که توی این قرن بیستم و این 2 دهه اخیر داشتیم بتونیم این ارتباطات رو تشخیص بدیم. بنابراین حرف نهایی من همونجوری که گفتم اینه که باز خود حرف به تنهایی کافی نیست. ببینید این حرف از کجا زده میشه و اونجا اتفاقا از قبل داده نیست. یعنی صرف واقع وجود همینطور گفتم سرمایه داری به این معنا نیستش که شما یک جایگاه طبقاتی دارید و حتی اگه جایگاه طبقاتی هم باشه به این معنی نیستش که اون طبقه اصلا داره چه میدونم به منافع حتی صنفی خودش آگاه میشه و بعد اصلا میتونه حالا یک نماینده سیاسی پیدا بکنه که حالا بعد بنده نمیدونم چپگرا یا مارکسیست به یه شکلی با اون جایگاه مثلا پیوند بخورم. اینا خودش چندین مرحله است و چندین میانجی که یه دونش وجود نداشته باشه بقیه قضیه میشه تخیلات ناب. و رو همین اساس هم هستش که اتفاقا فکر میکنم تنها کاری که ما الان توی این شرایط میتونیم بکنیم اتفاقا حفظ غنای تئوریکمونه و اینکه بتونیم اتفاقا تا اونجا که ممکنه جریانها و فضاهای اتفاقا بیرون از همین چارچوب دو تا چارتای مارکسیستی رو در واقع بررسی کنیم و اتفاقا این رو در نظر بگیریم. چون میگم حتی خود بنیادگراهای دینی هم روزه اگه ازشون بپرسی قبول میکنن که حرفای جدیدی هست و دنیا پیچیده تر از اوناست، ولی هنوزم که هنوزه این رو باید ما در چارچوب همون کتاب مقدس خودمون بشناسیم و تشخیص بدیم. بنابراین صرف حالا قبول یه امر جدید کافی نیست. شما باید قبول کنید که همه چی رو مورد نقد قرار بدید. نقد اقتصاد سیاسی یه دو قسمتشه، نقد دولت، نقد سیاست، نقد دین، نقد فرهنگ و هنر، نقد زندگی روزمره، نقد مردسالاری و کل فضایی که فروید مطرح میکنه، نقد انواع شکلای نجات پرستی و و و هزاران شکل دیگهش ضروریه و اتفاقا اینا رو اصلا نمیشه در یه چارچوبای
هنگ از قبل تعیین شده جا داد و آمادگی برای تن دادن به دنیای آشوبناک و چند وجهی و پر از چه میدونم در واقع هیولاهای گوناگون و پر از اتفاقا مبارزات گوناگون شرط اولیه اینکه اصلا ما بتونیم چه میدونم از یه چیزی به نام سیاست انقلابی حرف بزنیم و معنایی بیش از صرفا اقناع خودمون داشته باشیم برای اینکه احساس کنیم فرزند چه میدونم مثلا افسار تاریخ در دستمونه یا دیگران همه سردرگمن من ما مثلا راه حقیقی رو پیدا کردیم. این به نظر من اتفاقا نقطه شروع اصلا باخت نقطه شروع تبدیل شدن به هیچ و پوچ توی سیاست، همون بلایی که اتفاقا سر کل چپ اومده و برای اتفاقا احیاش باید ما بریم به سمت غنای بیشتر و اتفاقا همین افرادی مثل همین نظریه پردازی در مورد سیاست، دولت، دین، اسطوره، ادبیات، زنان، جوانان، هر چی که بگید باز ما کم داریم. به هر حال میبخشید تا حدی هم به هر حال آنچه که بیان شد بخشیش گفتم حالا تجربه شخصی من بود، ولی سعی کردم حالا لاقل در قسمت دومش بتونم با کمک اتفاقا مقولات و مفاهیمی که تا یه حدی هم اتفاقا با سنت مارکسیستی نزدیک باشن حرف خودم رو پیش ببرم. امیدوارم هر حال تا حدی بحثم به درد بخوره. خیلی ممنون، آماده هم اگر پرسشی، بحثی، نقدی، نظری هست خیلی هم خود.